خب دکتر، صبح صبحتون بخیر. بخیر، خوش آمدید. صبح شما بخیر، صبح بینده عزیز بخیر. امیدوار هستم که صحبت های ما در مورد حد شنیدن صدا مفید واقع شوه و ایده مراحت کنه بینده عزیز، به خاطر که بسیار زیاد به صحت گوش مهم است. دخن اولا خب امی در مورد گوش بگوین که چقدر توانایی داره و توانایی چقدر صدای بلند داره شنیدنش، باز میشه که اصلا جان امی انسان چطور میشنوه؟ خب وقتی که ما شما صحبت میکنیم امی صدای ما یک موج تشکیل میده. این موج وقتی که داخل کانال گوش میشه پرده را در اهتزاز میاره، پرده بالاخره موج یک چکش شنوایی است و برای اونم طور صدا از طریق کوخلیا میره طرف دماغ و صدا قابل شناسایی و قابل شنیدن میشه. مثل که شما در تصویر میبینید مثل امواج انتقال میکنه در گوش انسان. طبعا یک حرکت فیزیکی رخ میده که انسان یک چیز را باید بشنوه. تا ای که صدا حالت فیزیکی نداشته باشه اصلا انسان او را شنیدن نمیتونه و قابل شنوایی نمیباشه. گوش انسان یک حد یک رنج نرمال شنوایی داره که او از 20 واحد تعیین کننده صدا یا هرتز شروع میشه که پایین ترین صدایی است که انسان میتونه بشنوه و بلندترین 20000 هرتز است یا است که 20 کیلو هرتز، اینقدر مقدار میتونه انسان بشنوه. و صدایی که بسیار زیاد مناسب است برای شنیدن انسان، همین مقدار اندازه‌گیری ساوند که بر انسان مضر نیست و خطر ایجاد نمیکنه و مخرش نمیتونه باشه به گوش انسان، او عبارت از 300 الی 500 هرتز است. این 300 الی 500 هرتز میتونیم شما یک مثال شه، همین که دو نفر میخواه با یکی دیگه صحبت بکنه، با بلندترین آوازی که انسان میتونه در جریان صحبت کردن نرمال از خود ایجاد بکنه، اینمی از این رنج بیرون نمیره. 300 الی 500 هرتز است که اصلا خطر نداره و خطرناک نیست. در غیر از او در کره زمین صداهای بسیار زیاد بلند یا التراساوند وجود داره که شما او را شنیده نمیتونید. مثلا بعض صداهایی که از حیوانات تولید میشه، مثلا بلندترین حد شنوایی را دلفین داره و دلفین ها وقتی که با یکی دیگه خود صدا میکنن آنقدر اونا صدای بلند ایجاد میکنن که برای ما و شما قابل شنوایی نمیباشه، ولی اونا افهام و تفهیم خود بالاتر از توانایی شنوایی انسان چیز میکنن با همون صداهای مخصوصی که خودشان میکشن. حالا دکتر سمیم سری موضوع که اگر ما بیش از حد از تا 500 هرتز که شما گفتین یا درجه ای که وجود داره از او بلندتر بره، چه آسیبه و چه ضرره برای گوش میده؟ خب بیاین که اول به دو جای آسیب میرسانه، یکی گوش و دوم دماغ، و در دماغ خصوصا بالای حجرات و مراکز حافظوی و شنوایی تاثیر بسیار زیاد منفی میگذاره. اولین کاری که میشه مثلا یک صدای بسیار زیاد قوی مثلا انفجار میشه، این صدا آنقدر موجش قوی میباشه که یک با یک حرکت بسیار شدید امی گوشه پرده گوشه یک تکان میده و حتی میتونه که سبب پاره شدن و یا به اصطلاح عام کفیدن پرده گوش شوه که یک خطر کریری هم میتونه که بر انسان ایجاد بکنه. دوم مسئله در داخل گوش انسان یک ساختمانک است به نام کوخلیا که مثل یک شکل گواز نداره و داخل از او یک مایع است و یک دبین از او یک آبله آب است. اما آبله آب از یک است موازنه بدن انسان جور میکنه. مثلا ما شما که در راست راست میریم یک بغل نمیفتیم این طرفی طرف نمیشیم، از تاثیر اونمو آب ترازوی است که در گوش ما شما وجود داره. تاثیر منفی صدا بالای مقدار آب از اوسته و صداهای بسیار بلند به شکل متمادی که ما بشنویم در اوج موجه ها باقی میمانه و او در اهتزاز میباشه. وقتی که ببینین ما شما در سینما شدیم با یک صدای بلند یک مووی رو میبینیم، وقتی که از جای خود استاد میشیم اینطور موازنه ما صحیح نمیباشه تا یک چند لحظه تا ای که او موجه ها از بین کوخلیا دور شوه باز بید. و اگر این کار متداوم صورت بگیره همین مقدار آب و مقدار بخش آبله هوایی که در داخل کوخلیا وجود داره این تناسب برهم میخوره، یک بیموازنگی دائمی به وجود میاره بر انسان. دیگه تاثیر از این بالای عصب شنوایی است. بالای عصب شنوایی عصب خوب طبعا یک خاصیت داره که وقتی صدا را ما میشنویم این در حال حرکت میشه و توسط موجه های برقی عصب کار میکنه. یک بینظمی و بسیار یک حالت غیر منظمه در قسمت انتقال موجه های صوتی در اینمی عصب شنوایی میاره و به مرور زمان عصب شنوایی ضعیف میشه و فعالیت خود درست اجرا کرده نمیتونه، آهسته آهسته سبب کم شنوایی عصبی میشه که اصلا تداوی نداره.
اصلا تداوی نداره کلم شنوایی عصبی و بالاخره بالای مرکز شنوایی تاثیر منفی میکنه که در داخل مغز است و به مرور زمان انسان کم شنو میشه، درست نمیشنوه و ایست که کاملا شنوایی خود از دست میده. موضوع دیگه ای که آوازهای بلند تاثیرات بسیار منفی بالای حجرات حافظوی دماغ داره. این میکانیزمش تا بال توابت درست تعیین کرده نتونسته که به چی شکل، اما بالای مرکز شنوایی مرکز حافظوی بسیار زیاد تاثیر منفی داره و هر کسی که موزیک های بلند بلند نمیشنوه اونا حافظهشان ضعیف میشه. مثلا اگر مسئله است درس درست دو گرفته نمیتونه، اگر متعلم است یک درس خود باز هم درست گرفته نمیتونه و اگر کس است که کلان است و بالغ است و از این گپا بر آمده هایسته هایسته کوری حافظه برش رخ میده و کندی حافظه برش ایجاد میشه و نمیتونه که درست هر چیز به یاد خود بگیره و امورات کاری روزمره خود پیش ببره. دخن. حالا دکتر صاحب، من میخوایم این موضوع را بدانم بفهمم. ما جوانای امروزی خب شاید ساعتهای زیاد را با شنیدن موسیقی و آوازهای بلند سپری بکنیم. مثلا ماهایی که در افغانستان هستیم یک گونه بالودگی صوتی هم مواجه هستیم که بیش از حد هست. اگر در شهر و بازار هم قدم میزنیم خب سر صدا خیلی زیاد هست و این خودش یک نوع آلودگی صوتی است. با آن هم گوشی به گوش ماست و چند ساعت متواتر آهنگ گوش میکنیم. این چقدر میتونه مضر باشه؟ تمام ضرریاتی که ما شما بدون گوشی و یا بدون هدفون میتونیم از صداهای بلند داشته باشیم اما با هدفون هم است. اما یک موضوع در مورد آلودگی صوتی میگه، مثلا شما در یک بازار میرین، از یک سو صدای اعلان یک گپ میشنوین، از یک سو موزیک میشنوین، از یک سو یک ترافیک صدا میکنه، از یک سو یک صدای آرن است و صداهای بلند و مخرش و خشن وجود داره. اینا باز تاثیرات منفی خود بالای امی اتیتود یا رفتارهای اخلاقی انسان میگذاره که حتی به حوصلگی، نارامی اعصاب، حتی دپرشن، قاری و زود عکس العمل نشان دادن مقابل یک عملی یک کس سبب میشه که سبب آلودگی و پراگندگی صداها باشه که ما نمیتونیم هر کدامش علایده تشخیص و تفکیک کنیم و هر کدامش برش مغز ما علایده تصمیم گیری بکنه. بنابراین اینجا یک بی‌نظمی در تمام فعالیت های مغز میتونه رخ بده و میتونه که روان انسان کاملا پرت و مخشوش بسازه. خب اولین قسمتی که بالاخره آسیب میبینه با صدای بلند بالاخره پرده گوش است. پرده گوش است و اگر صدا به او حد فشار نداشته باشه که پرده را پاره کنه و پرده ضرر برسانه صداهای بلند به شکل دوامدار شنیدن سبب میشه که مستقیما اول از قسمت نهایی که یادآوری کردم، از مرکز شنوایی، عصب شنوایی، کخلیا یا اونمو ساختمانک گوزن ماننده که در گوش است و یا اونمو آب ترازوی بدن است، بالای از او تاثیرات منفی از آخر به حول بیاید اگر صدا به حد باشه که به پرده نقص نکنه. این بسیار زیاد گپ مهم است و در کل ما شنیدن بلند موسیقی، شنیدن بلند صدا، بودن در جایی که با آوازهای بلند چیز پلی باشه یا قابل شنیدن باشه مضر است بر انسان و تا حد امکان باید کوشش کنیم که هر چیزی که میشنویم با یک ولیم ملایم بشنویم تا اینکه سیستم شنوایی ما شما متضرر نشه و فعالیت‌های دماغ ما خراب نشه. خیلی سپاس دکتر صاحب، شما آرزوی موفقیت دارم با شما. از شما هم سلامت.